سلام و درود به تو دانش آموز دکتر جهانی، حالت چطوره؟ پر ATP و پر انرژی هستی یا نه؟ بیا ببینم. سلام سلام سلام، درود درود. حسین، پارسا، مائده، چراغ اول روشن کردم، بیاین بالا. به به به، سلام سلام زهرا، سلام زهری، زهرای دیگه، دوستان عزیز، اصلا نمیره، کامیار، حسین، عرضم به خدمت شما که دوستان عزیز، بیاین بیاین بالا. به به، نگار، محمد امین، تنین، هلیا، با سوال رد میشن که جا میندازم، ببخشید، علی، سینا، ستایش، زینب، محلا، رومیسا، سمانه، سید محمد عرفان، تاها، حسن، دانیال، زهرا، مهدی، سینا، بیتار، حسین، رامین، یاسین، کامیار دیگه، النا، سلام سلام، ستایش، دوستان عزیز، دوستان جدید، دوستان قدیمی، درود و صد درود، باریکلا باریکلا، بیاین بالا. ATP ها بالا باشه، باریکلا. حسن پر ATP، حسن پر ATP اومده میخواد بتره کنه. نوشیکا میگه دل من برای کلاس ها تنگ شده بود، دل منم برای شما و کلاس ها تنگ شده بود، برگشتیم با یک عرضم به خدمت شما کامبک ویژه و قوی. یکی گفته صبح بخیر، محمد راهدادی گفته که صبح بخیر. کجا، کدوم موقعیت جغرافیایی هست محمد که صبح الان؟ زهرا پرسیده، نمیدونم زهرا، این دوست، این خانم زهرا خانم از زهراهای تابستونه یا زهراهای جدیدیه، ولی پرسیده که چند جلسه طول میکشه کلاسمون. ببین کلاس که اصولا ما کلاسمون 20 جلسه هستش و 4 جلسه بدون احتساب جلسات رایگانمون که صفر و کامبک رو در نظر نگیریم، 4 جلسه سپری شده. پس یه چیزی نزدیک 16 جلسه دار که داریم، ولی یه سری لابلای این جلسات از آخرش رو احتمالا ممکن جلسات جبرانی و اینجور چیزا و آفلاین و اینجور چیزا ممکن داشته باشیم که حالا اگر احساس بکنیم نیاز داریم قطعا اونجا قرار میدیم. خب دوستانی که نتشون ضعیفه، تصویر رو ضعیف دارن، یه ریفرشی بکنن. خب خبر خوب، خب ببین، حالا یه خبر خوب که دارم براتون. اون خبر خوب اصلیه، متاسفانه هنوز، حالا به دلایل مختلفی، هنوز به مرحله رونمایی نرسیده، ولی انشالله اونم میرسه که هر زمان رسید خدمتتون میگم. ولی خب خبر خوبه، اون چیزی که داشتیم رو به قول بچه‌ای که بتونیم خدمتتون عرض بکنی، جزوه‌مون هست، جزوه‌مون آماده شده. این فصل یک جزوه هستش که در خدمت شما قرار گرفته، جزوه‌ای که شما دانلود کردین تو پنلتون هست، نسخه دانش آموزان هستش که همونطور که احتمالاً مقایسه خواهید کرد با این نسخه که ما امروز کار خواهیم کرد روش، یه تفاوت‌هایی وجود داره، یعنی داخل اون جزوه یه قسمت‌هایی وجود داره که شما می‌تونید مطالب رو بنویسید. البته که تدریس ما از روی پاورپوینت مثل همیشه، ما همیشه از روی پاورپوینت درس می‌دیم، پاورپوینت‌هامون خیلی جذاب‌تر هستن، از روی پاورپوینت درس می‌دیم خدمتتون. دوستانی که جدید هستن همینو در نظر داشته باشن که می‌تونید برید اون جلسه 0 و 1 آنلاینمون که عرضم به خدمت شما که توی تابستون برگزار شده رو ببینید، برای که اون سبک پاورپوینت و اون چیزی که بعد از این هست هم آشنا باشید. این جلسه رو من میخوام از رو جزوه برم که جزوه رو ببینید. جزوه ببینید بچه ها، کل جزوه آماده است. خب لینکش رو من هفته آینده در اختیارتون میدم، یعنی هنوز لینک رو به من نداده، از همون سایت دیجیتال علوی میتونید تهیه بکنید. جزوه کاملا رنگی، میتونید پرینت بگیرید. این جزوه شما رو از خرید هر گونه کتابی مبرا میکنه، ولی خب تکالیف و تست ها و به قول معروف سوالات و اینها رو باید که عرضم به خدمت شما جداگونه از پنلتون دانلود کنید، یعنی فقط جزوه است. خب اون خبر خوب خوبه، اون حالا میگمش چون خیلی اصرار میکنن، کتابمون هست که اون تست داره، یه بانک تست خیلی قوی هستش که ایشالله اون هم به زودی به قول برای کاراش انجام میشه، ولی متاسفانه نرسید به مهمان. ما دوست داشتیم به مهمان برسیم، با اینکه من شبانه روزی واقعا براش زمان گذاشتم، ولی متاسفانه هنوز نرسیده. ایشالله اونم میرسه و اون کتاب رو عرضم به خدمت شما که
اون کامل اون دیگه تست نداره، ان شاء الله مشکلی هم نداره. اون هر زمان بیاد تستاشو از همون موقع شروع می‌کنیم، اصلا شب بزنیمش مثلا دوره جمع‌بندیمون، مشکل نه اون بعدن. ولی من بهتون تست میدم خودم و شما نیازی به تهیه کتاب مجزایی خارج از این داستان نخواهید داشت. جزء کامله و خیلی هم کامله و شما رو کاملا مبرا میکنه. پر ای تی پی این رو میریم. الان پی دی افش که داخله عرضم خواهد شما که چند جزوتون قرار گرفته، قسمت جزوه همین جلسه کامبک قرار گرفته که از اونجا میتونید دانلود بکنید. آزمون هم که برای جلسه آینده که جلسه بعدیمون میشه، جلسه پنجمون میشه، آزمون خواهیم گرفته به قرارمون. حتما حواستون باشه دوستانی که الان جلسه اولشون هست کامبک به ما ملحق شدن، مطالب آزمون جلسه پنج از همین جلسات کامبک هستش. پس با هم دیگه میریم بحث ویروس ها و باکتری ها رو از گوناگونی جانداران میگیم. یه کوچولو هم گوناگونی خودجان خود گوناگونی جانداران رو هم بررسی خواهیم کرد. بریم با فرمت جزوه آشنا بشیم. اول من یه خورده این رو کوچیکش کنم. ببینید جزوه ما یک مقدمه ای داره ابتدای هر فصلش. خیلی زیادی بود، کوچیک شد. یک قسمت مقدمه ابتدا داره، بعد تو هر قسمتش که مشاهده میکنید عرضم به خدمت شما که مطالبی اومده از جمله کتاب ها، هر نکته که تو کتاب، هر کوچکترین مطلبی که داخل کتاب باشه اومده، از داخلش نکات در اومده، نمودارها لابلاش قرار گرفته، جا برای یادداشت هست، جا برای حاشیه نویسی و دور نویسی وجود داره. مطالبی که مثلا میگه یه جمله کتابه چند تا نکته ازش خارج میشه، اونا اومده بیشتر بدانید هامون اومده نکته های تحلیلی قرار گرفته، با نماد سه تا جغد ما این نکات رو با هم دیگه تفکیک دادیم، یه سری تمرین های لابلاش انجام دادیم با هم دیگه، مثلا دو طبقه بندی جانداران اینا رو الان با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. جاهایی هستش که حالا اینا نکاتی هستش الان شما تو جزوه‌ای که تو دانلود میکنید از نسخه داخل پنلتون و اون نسخه‌ای هم که پرینتش رو میگیری، مثلا ممکن این نکته ها چی باشه، خالی باشه اونجا. خب یه سری بخشاش خالیه، اون بخشی که اونجا خالیه باید سر کلاس پر بشه. خب حالا چه من از روی پاورپوینت درس دادم چه از روی جزوه درس دادم، که احتمالاً من از روی همون چی درس میدم، پاورپوینت هم درس میدم. خب ولی نکتهش مشخصه، میگم مثلا تو نکته فلان قسمت صفحه فلان این نکته رو بنویس. خب مطالبی که خارج از کتاب باشه رو گفتم کجا خارج از کتابه، اونجایی که نیاز به یادآوری از سال گذشته داشته باشه گفتم کجا یادآوری، مثلا چه یادآوری کل به قول معروف سلول و اندامکاس به نمودار گذاشتم برات چی، تو یه صفحه کل اندامکا رو کامل مثلا نکاتش رو گفتم. و ممکنه اینجا نکته سر کلاس که با هم دیگه اینو مثلا حل می‌کنیم این نکته بیشتر بگیم، اون نکته ها دورش حاشیه نویسی میشه. بعدها شما خواستین خلاصه نویسی انجام بدید، از رو کل این خلاصه نویسی میکنید، یعنی کامل همه این نکته ها و کتاب و همه چیز جلوشه. حالا این رو میایین خلاصه میکنید برای خودتون مثلا در قالب یک برگه آسه یا مثلا چند تا آچهار که میتونید اونجا کارتون انجام بدید. ببینید پس ما یک روش خیلی، یک جزوه خیلی کامل داریم که خیالمون رو از بابت هر چیزی راحت میکنه و عرضم به خدمت شما که دیگه نگرانیه نوشتن و جاموندن و آقا اینو چیکار کنیم چیکار نکنیم حل میشه. خب رنگی سیاه‌سفیدش رو هر کی خواست پرینت بگیره، مثل من جزوه‌های از زمان تابستون کل جزوه‌ها رو بهتون داده بودم، جزوه‌های پارسالمو دیگه که سیاه‌سفید بود، هر کی می‌خواد سیاه‌سفید بگیره که خب همون قبلی‌ها اصلا هستن، واسه سیاه‌سفید گرفته همون قبلی‌ها رو پرینت کنه اونا که بهتره. خب ولی اگه می‌خواید رنگی پرینت بکنید این اون سفارش دادنش به صرفه‌تر در میاد، این قیمتش براتون کمتر در میاد که لینکش رو تا جلسه 1 براتون میذارم. لینکش هنوز به دست من نرسوندم ولی ما جزوه رو دفترشون قرار دادیم. عرضم بخواهد شما که این از روبیکا چیه نمیدونم چی داری میگی، گفته که شاگرده جدید به به آمهدی خوش آمدیم. الهه گفته اصلا باکتری ها معمولا منفرد هستن، یعنی چی باکتری تکیاخته، این منظورش نه که تکیاخته. جاویز دیر اومدی، خبر خوبمون اینه که جزوه‌مون آماده شده، از هفته دیگه احتمالاً میتونید از رو سایت دیجیتال علوی دانلود بکنید، چیز بکنید سفارش بدید براتون که بیاد رو پنلتون، هم که فایل‌ها قرار میگیره و الان فایل جلسه 1 که قرار گرفته، فصل 1 قرار گرفته.
لینکش رو چون هنوز بهم ندادن نذاشتم تو اینستاگرام هم، حالا یا میخورد الان دسترسی به اینستاگرام سخت شده، توی خود کلاس سعی میکنم بگم که اونجا انجام. کتابمون انشالله، حالا نشرش رو یاس اینجا بعدم بهت میگم، ولی نشر دور از ذهنی نیست. آره اهل دلا متوجه میشم. خب عرضم به خدمت شما که فصل اول کی تموم میشه؟ فصل اول به زودی تموم میشه دیگه، مهماش همون داستان باکتری ویروسه که بقیش دیگه تموم. آریان اگه میخوای صحبتی سوالی بپرسی بر روی کیفیت MD بیای، روی HD نمیتونی وصل بشی. گفته که گروه تاها جان شما معلومه قسمت های آفلاین رو خوب ندیدی. ما بر حسابمون کلاسی رو بیان شد که ما گروه نداشته باشیم و در داخل آفلاین کلاسینو و دایرکت اینستاگرام رفش کار کنید. حالا اینستاگرام که فعلا دوچار مشکل شده، صدا رو میگن بلندتر صحبت کنید. الو الو. عرضم به شما که اینستاگرام فعلا دوچار مشکل شده از طریق همون آفلاین کلاسینو. انشالله خدمت. بله بله کلاس ها قطعا تا قبل عید تموم خواهند شد، اصلا تموم خواهد شد. تو کیفیت HD یاسین جان که تصویر رو نمیتونی تمام تخته رو کامل داشته باشی، MD هم که فکر میکنم که فعلا واسه این جلسه فعال نباشه، ولی واسه جلسات بعدی میتونی تو کیفیت MD تخته رو کامل بزرگ بشه. خب دیگه چیزی سوالی هست؟ زهرا پرسیده نسبت سطح به حجم. نسبت سطح به حجم عرضم به خدمت شما که گفتیم که در یک حالا ترکیبی، ساختاری، سلولی، هر چیزی نسبت سطح به حجم خیلی مهمه. چرا؟ چون عملکرد هر سلول در سطحش انجام میشه. هر چقدر ما در یک حجم کم سطح بیشتری داشته باشیم، عملکرد اون سلول یا اون ساختار یا اون اندام بیشتره. مثلا دستگاه گوارشمون که سال هفتم خوندیم چین داشت، بعد چینامون پرز داشت، پرزامون ریز پرز داشت، همینجور به ترتیب باعث میشه چی میشه؟ سطح قشای سیتوپلاسمی یاخته های عرضم بخواهم شما رودمون بیشتر بشه. چرا؟ چون اونجا میتونه تبادل بیشتری انجام بده، درسته؟ پس سطح بیشتر در حجم معین. یا مثلا زمانی که تو قشر مخ تو هشتم میگفتیم قشر مخ چین خوردگی داره، یعنی در حجم یکسان سطح قشر مخ بیشتری داشته باشیم، عملکرد قشر مخ بیشتر بشه، فعالیت عصبیمون بیشتر بشه، تصمیمات بهتری بتونیم بگیریم. مرسی النا، مرسی النا، ممنونم ازت، نظر لطفته. خب بله مهدی فعلگری اگر درست بخونم فامیلیشون رو، بله گفتم خدمتتون عرض کردم جزء به صورت کامل قرار. امتحان از فصل از اون مطالب کامبک هست که بچه‌های کامبک هم بتونن تو شرکت. خب از باکتری شروع می‌کنیم. چشم حتما رو میسا سوالات دایره آفلاین کلاسینو حتما جواب میدیم. من حتی همین چند وقت پیشا کامل همه رو نگاه کردم، همه دیگه جواب داده شده بود، ولی حالا باز نگاه میکنم اگه چیزی مونده جواب میدم. معمولا سریع جواب میدم، سعی کنید سوال زیاد بپرسید حتما همه. خب بریم سراغ اولین مبحث بحث فصل 11 علوم نهم یا فصل 1 زیست شناسی که گوناگونی جانداران هستش. خب ما توی تابستون صحبتمون اینجوری شروع کردیم، از بیماری کرونا شروع کردیم، گفتیم آخ کرونا اومده ما رو درگیر کرده، یه ویروسیه، بیماریزایی کرده، ما درگیر شده بدنمون، شرایط به وجود آورده و میخوایم باش مقابله کنیم، پس اول باید ویروس ها رو بشناسیم و رفتیم تو دل ویروس ها. خب اینجا لسه من اول باکتری رو میگم، بعد میریم سراغ ویروس ها رو میگیم، جمع‌بندی میکنیم و بعد برمیگردیم ابتدای فصلمون و در مورد خود گوناگونی جانداران صحبت خواهیم کرد. دوستانی که تازه جهنم آبهی هستن و هنوز ثبت نامشون رو انجام ندادن، حتما جلسه 0 و 1 آنلاین و رایگان بوده رو هم مشاهده بکنن، برن تو آرشیو نگاه بکنن و حتما اون مطالب مهم میگفتیم به حال استفاده بشه. مخلصیم بچه ها، هنوز یه سری دارن جدید میان. سلام سلام سلام، درود. خیلی جمعیت نهممون بالاست، یه ارتش بسیار قوی داریم، یک به قول معروف جمعیت بسیار زیادی از دانشان دارد کچهانی که پر ATP پر انرژی مندن بالا. آها اینم بگم دوستان جدید الورود، ما به انرژی میگیم ATP. ATP بسته های انرژی هستن، آدنوزین تری فسفات بسته های انرژی که
هر ماده غذایی که ما میخوریم، هر فرمی از انرژی که ما دریافت میکنیم تو بدن ما تبدیل به این بسته ها میشه. این بسته ها پر از انرژی هست. هر جایی تو بدن ما نیاز به انرژی داشتیم، بسته ها رو میشکنیم، انرژیشو آزاد میکنیم، استفاده میکنیم. پس وقتی من میگم پر ATP باشی، یعنی پر انرژی باشی. بیا بریم. خب ما 5 تا فرمان رو داریم بچه‌ها. خب 5 تا فرمان رو داریم، مثل 5 به علاوه 1 میمونه. خب 5 به علاوه 1، 5 تا فرمان رو داریم با ویروس ها. ویروس ها جز این فرمان روهای جانداران نیستن. چرا؟ چون ویروس ها مرز بین موجود زنده و غیر زنده هستن که اصلا یه فرمان روهای جدای واسه خودشون، یک سیستم جدای واسه خودشون دارن. بریم از اولین فرمان رو، یعنی باکتری ها، شروع کنیم ببینیم داستان از چه قراره. ببین دانش آموز دکتر جهانی باید یه جوری مطالب رو به جمع کنه و یاد بگیره و بفهمه که دیگه مولا درزش نره. خب بازم تکرار میکنم، در طی جلسات آینده ما از رو اسلاید درس میدیم نه از رو خود جزوه. این جلسه رو داریم از رو جزوه میدیم که شما یاد بگیرید با جزوه چجوری برخورد بکنید، مثلا چجوری حاشیه نویسی کنید، کجاها رو هایلایت کنید، کجاها رو نکنید. یه تمرینیه. خب اوکی بریم. خب گفته آقا باکتری ها، آقا این دانش آموزه که دیدی کل جزوه رو هایلایت میکنه، این اشتباهه، چون ارزش هایلایت از دست میره. جاهایی رو هایلایت بکنید که میخوای تو چشت یه ها اینجوری ورق میزنی بولد بشه، تیترا، نکات خیلی تاپ، اونا باید هایلایت بشه. خب حالا سلیقه‌ای هم هستا، ممکنه هر کسی یه مدلی داشته باشه، ولی پیشنهادمه. خب مثل همونطور که خلاصه نویسی سلیقه‌ایه، این هم همینطوری ارزم خواهد شما که سلیقه‌ای هست. بریم باکتری ها بچه ها چی هن؟ تکیاخته ای هن. اولین نکته، باکتری ها تکیاخته ای هستن. باکتری پریاخته ای و کلونی و این داستان ها به اون صورتی که ما در موجودات دیگه میبینیم، در یوکاریوت ها میبینیم، نداریم. خب باکتری تکیاخته. خب باکتری های تکیاخته ای پروکاریوتی یعنی چی؟ یعنی پیش هسته ای هستن. آقا یعنی چی؟ توضیح میدی؟ بله توضیح میدیم، نگران نباش. پروکاریوت ها هسته مشخص ندارند. پروکاریوت هسته مشخص ندارن. یعنی چی هسته مشخص ندارن؟ یعنی دور ماده ژنتیکی آنها قشای فسفولیپیدی یا پوششی وجود ندارد و ماده ژنتیک ندارد. چرا؟ ماده ژنتیک دارد، ماده ژنتیک در گوشه ای از یاخته تجمع پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی آقا اگه سلول پروکاریوتی باشه، ماده ژنتیک دارم ولی یک گوشه است رفته به قسمتی از قشای یاخته متصل شده، یک گوشه، چیزی دورش رو نگرفته. اگر یه سلولی داشته باشیم که دور این ماده ژنتیکی رو یه پوششی از جنس فسفولیپید بگیره، در دو لایه‌ام بگیره، بهش میگن هسته. و اون سلول‌هایی که هسته دارن یوکاریوتی یا هو هسته‌ای هستن، پیش هسته یا پروکاریوتی محسوب نمیشن. فرمانروی اول پس کلاً پروکاریوتیه. درست؟ پروکاریوتیه، ماده ژنتیک داره، ماده ژنتیکیش در گوشه از سلول تجمع پیدا کرده، پوششی از جنس فسفولیپید دورش رو نگرفته. بسیار خوب، سوال ماده ژنتیکیشون چیه؟ دی ان ای حلقوی. آقا باید بلد باشم. خیر، خارج از کتابه. اوکی بریم. باکتری ها یکی از سلسله فرمانروهای جانداران هستن. باکتری ها شکل های گوناگونی دارن و در همه جا یافت میشن. مثال های از همه جا زده، یعنی تو شرایط سخت منظورشه، تو شرایط غیر ایدئال پیدا میشن. مثل کجا؟ چشمه های آب داغ، دریاچه های نمک، یخ های قطبی. اوکی؟ دانش آموز دکتر جهانی که حواست جمعه، دانش آموز دکتر جهانی که زرنگی مطالب رو سعی میکنی ترکیبی یاد بگیری، جملات رو سعی میکنی یاد بگیری نه اینکه حفظش بکنی، یخ قطبی میشنوی، تو رو یاد چی میندازه؟ یاد یخچالهای قطبی میندازه. تو یخچالهای قطبی چی داشتیم؟ فسیل زنده. آیا نوعی پروکاریوت میتواند در کنار فسیلهای زنده یافت شود؟ این چیه؟ اوکی اوکی بزنم حتمی اوکی زدم. خب ارزم خدمت شما که میگه نوعی پروکاریوت میتواند در کنار ماموت یا فسیل زنده در یخچال های قطبی یافت بشه. جمله درسته یا غلط؟ درسته. چرا؟ تو یخ های قطبی میتونه باکتری وجود داشته باشه. دانش آموز دکتر جهانی اینه، زمین شناسی و زیست رو هم ترکیب میکنه، کما اینکه بعضی سالها
توی سمپات خیلی کم ولی داشتیم سوال ترکیب بین زیست و زمین. قوطی کنسرو آقا قوطی کنسرو هم چیزیه؟ کمند گفته دوباره بگم چشم. آقا در یخهای قطبی باکتری دیده میشه، درست؟ در یخهای قطبی باکتری دیده میشه. یخهای قطبی کجان؟ در یخچالها، درسته؟ تیکه‌های یخ عظیم. تو یخچال چه اتفاقی میفته در زمین شناسی فصل هفتم؟ بوسیل در داخل یخها گیر میکنه. ماموت داشته راه میرفته یهو اصل یخبندان شده، یخ زد. میگم فسیل زنده، یعنی کل لنگز واقعا زنده باشه، یعنی کل بدن یک جا یخ زده، تجزیه نشده، اسکلتش به جا نمونده، کل بدنه. مثل اون حشره‌ای که داشت از میوه ها میخورد، سمق درخت روش آدامس شد. خب این چی شد؟ فسیل زنده است، باقی مونده. هلیا فسیل جغد دوست داره؟ بعد نیست، خدای باحاله. اینجوری مثلا اونایی که تو شب تاریکی نشستن به یوی پلک میزنن، چشمک میزنن به. خب عرضم به خدمت شما که پس یخهای قطبی اینه. چهارم چیه؟ قوطی کنسرو. قوطی کنسرو آ کنسرو رو میدونی چه درست میکنن؟ کنسرو مواد رو میریزن توش، لوبیا رو میریزن، فلان رو میریزن، خود رو میریزن، ذرت رو میریزن، اینو میریزن، بعد وکیوم میکنن، یعنی هوا رو میکشن. تو محیط بی هوازی هم باکتری داریم. اینجا بنویس محیط چیه؟ بی هوازی، یعنی هوا نیست. بعد چیکار کنم در محیط بی هوازی؟ باید چیکار کنم؟ تخمیر چیه؟ تخمیر از مخمر، یعنی دو نوع داره، یا الکلیه یعنی باعث ایجاد الکل میشه، یا لاکتیکیه باعث ایجاد اسید لاکتیک میشه، اسیدی میکنه. پس نه تنها باکتری اگر اونجا باشه باعث اسیدی شدن یا الکلی شدن اون ماده من میشه، بلکه سم تولید میکنه. باکتری داخل قوطی کنسرو بکنه که سم به خود بیماری‌زایی میکنه. باکتری بوتولونیوم بیماریش چیه؟ بیماری بوتولیسم. لازم به اسمش بلد باشم؟ نه. ولی طراح سوال میاد میگه در بیماری بوتولیسم که عامل بیماری در داخل قوطی کنسرو یافت میشود، تمام. بهت نمیگه سمش بیماریزای. چرا؟ چون تو فعالیت کتاب درسی اصلا خواسته بری خودت پیدا کنی، پس باید بلد باشی. میگه چرا من 20 دقیقه میچشونم کنسرو؟ وقتی که توش سمه، سمت از بین بره. حرارت، فشار و حرارت باعث از بین رفتن مولکول های عالی میشوند. نکته بنویس آقا، این نکته خیلی نکته طلایی، نکته المپیادیه. دما و فشار باعث تخریب مولکول عالی میشه. خب به چه درد من میخوره؟ هر وقت خواستم یه چیزی رو مولکول عالیش از بین ببره، دما و فشار رو افزایش میدم. میخوام استریل کنم، ضد عفونی نه، استریل. ضد عفونی الان اینجا نداریم. مثلا الکل میام میزنن، چیکار میکنن؟ دستشون میسوزه، ضد عفونی میکنن، باکتری از بین میره. ضد عفونی کردن یعنی عامل بیماریزا از بین میره، درست؟ ویروس از بین میره، باکتری از بین میره. این میشه چی؟ الکل، ضد عفونی کردن. استریل کردن یعنی هیچ موجود زنده ای نباشه اونجا. مثل زمانی که ستاد جراحیه، دکتر جهانی میره سر جراحی، کارآموز دکتر جهانی میاد ستو باز میکنه، چیه؟ وسایل داخل این اتوکلاف شدن، سترون شدن، استریل شدن، وسایل تمیزن، یعنی هیچ موجود زنده داخلش نیست، چون این قرار بره تو بدن یک موجود زنده دیگه. خب دما و فشار باعث استریل شدن میشه. خب روش استریل کردن اینه که میذارن توی دستگاهی با دما و فشار بالا استریل میکنن. وقتی شما قوطی کنسرو میجوشونی، داری چیکار میکنی؟ داری مولکول های عالی که برات خطرناکه رو از بین میبری. آقا مولکول های عالی خودش از بین نمیره اگه بیش از اندازه بجوشه. چرا؟ اگه بیش از اندازه، چرا میترکه؟ دیدی کنسرو میترکه؟ من خودم تجربه شو استفاده داشتم، از هم میتریبون از خانواده عذرخواهی میکنم. من داشتم کار میکردم، پای کامپیوتر بودم داشتم کار میکردم و اینا، یه کنسرو من گذاشته بودم داشت خوش میجوشی، یهو دیدم شاخ صدای انفجار اومد، دویدم رفتم دیدم آقا کنسرو نخود آقا مثلا با یه فیلم مثلا ذرت مورد نباید پاپکورن میشه. نخود ترکید منفجر. چرا میترکه؟ چون ساختار مولکولی به هم ریخته، گاز تولید شده. نخودم ذاتا پرگاز، اهل دلا میدونن. چه طور گازش ازش میترکید ساختار؟ پس بیش از اندازه دما فشار باشه، مولکولای عالی مفید هم از بین میروند. خب یه نکته داخل پرانتز بگم، چرا تب برای ما خطرناکه؟ تب دما وقتی بد تو بدن میره بالا،
اگر این دمع کاهش پیدا نکنه، اگه تب فروکش نکنه، باعث تخریب پروتئین های بدن ما میشه، آنزیم های بدن ما تخریب میشن، فعالیت خودشون از دست میدن. پس تب باید فروکش بکنه. چرا دیگه وقتی که وسایل دوباره از حالت استریل در میان، یعنی موضوع بستش خارج میشه، غیر استریل میشه خب؟ ولی خب احتمالش کم شده دیگه، وقتی یه بار استریل کردی خیلی احتمالش کم شده. بعد تو داری با یه دستکش استریل باز بهش دست میزنی، محیطی که داری روش کار میکنی رو استریل کردی، از قبل زد دوفونی کردی، فلان کردی، اینا دیگه باعث میشه هی احتمال آلودگی کم و کمتر میشه. بله هیچ وقت صفر نمیشه احتمالش، ولی خب کم میشه. یکی داره به زمان عجب عجبی تایپ میکنه. عرفان جان فکر کنم کیبوردت رو باید تغییر بدی. خب تست میدم خدمتتون، تست خودم میدم خدمتتون. این از این. پس در نتیجه این از این. می در قسمت بعدی، یعنی در مورد بعدی که مثال زده شده، درون بدن موجود زنده کجا؟ روده انسان و سایر پستانداران به ویژه دستگاه گوارش گیاهخواران، تو اینا هم باکتری یافت می شود. کدوم باکتری رو داره میگه؟ باکتری همزیست. باکتری همزیست. باکتری همزیست چیه؟ باکتری همزیست اون باکتریه که در داخل دستگاه گوارش من زندگی میکنه، با من رابطه همیاری داره. فصل 15 میخونیم، به هم کمک میکنه، میگه آقا در ازای موادی که تو نمیتونی مصرف کنی من مصرف میکنم، به تو یه مالیاتی میدم، به تو یه عوارضی میدم. مثلا تو چی میخوای؟ لنگ چی هستی؟ انسانی؟ انسان از گوشتم میتونه انرژیشو بگیره. اگه انسانی من فقط بهت چی میدم؟ ویتامین میدم. ویتامین چی؟ ویتامین ب و ک. تموم شد رفت. این میشه انسانش. حالا سایر پستانداران به ویژه دستگاه گوارش گیاهخواران چیکار میکنه؟ میگه ای تو گیاهخواری، تو منبع تغذیه‌ات اینه و نمیتونی ازش استفاده کنی. داخل پرانتز، از چی نمیتونه استفاده کنه؟ هیچ جانوری به تنهایی نمیتونه سلولوز رو تجزیه کنه. سلولوز قند ساختاری گیاهانه، تو دیواره یاخته گیاهان پیدا میشه، درست؟ هیچ جانوری نمیتونه سلولوز رو تجزیه کنه. میگه ای تو گیاهخواری یا نمیتونی سلولوز رو تجزیه کنی؟ بیا عزیزم، بیا من برای سلولوز رو تجزیه میکنم، انرژی خودمو برمیدارم، به تو هم انرژی میدم. پس دیگه تو گاو بحث ویتامین مطرح نیست. ویتامین در برابر اون عظمت گاو، گاو 700 تونی ویتامین به دردش نمیخوره. انرژی میخواد، ATP به من بده. اگه مردی ATP بده، گلوکوز بده، خودم حداقل ازش ATP بگیرم. خب میاد این کارو میکنه. اون چون آنزیم سلولاز نداره، باکتری میاد براش میبره، تجزیه میکنه، مثلا گلوکوز میده، گلوکوز اون خوش تبدیل به ATP. خب باکتری ها، پارسا پرسیده که تحت فشار و دما باکتری ها از بین نمیرن؟ تحت دما و فشار ببین اون بیمار قوطی کنسروه خود باکتریش بیماریزا نیست. خب یعنی خود باکتری بی حوازی رو تو بخوری، اصلا تو محیط بدن تو اتفاق خاصی اش نمیفته، مشکلی به وجود نمیاره. خب باکتری از بین میره وقتی در محیط هوا پر از اکسیژن قرار میگیره، اصلا از بین میره. خب باکتری مهم نیست، سمش مهمه. سم باکتری بعد از بین بره بخاطر همین بعد بجوشونیمش. خب یاسین جان، یاسین قربانیان عزیز دل، در جلسه کامبک هستیم. خب جلسه رایگانی که همه دوستان میتونن شرکت کنن. فصل 1 الان براتون آپلود شده. بچه شما که از قبل از تابستون جزوات قبلی رو که دارید، سیاه‌سفید قبلی رو که بهتون داده بودم رو دارید، این رنگی‌ها رو فایلش از جلسه بعد که بچه ثبت نامی هستن، فایل کل 5 فصل رو براتون در میذارم. لینک نحوه تهیه فیزیکیش هم در اختیارتون قرار میدم. امیدوارم که دیگه این سوال رو هی تکرار نکنیم. خب عرضم بخواهم شما که بله اسپورها، اندوسپورها، ساختارهای مختلفی که وجود دارن برای محافظت از باکتری، ممکنه بعضیاشون شرایط عرضم به خدمت شما سخت رو مثل دمای بالا یا دمای خیلی پایین رو تحمل بکنن، بسته به هر باکتری متفاوت. سم کنسرو باکتری تولید میکنن. عرضم بخواهم شما که تخمیر چیه؟ تخمیر یعنی به روش بی حوازی بدون حضور اکسیژن از گلوکوز انرژی بگیریم، ATP بگیریم. اوکی؟ این میشه تخمیر که دو نوع داره، مثل مخمر یا الکلیه یا لاکتیکیه. مثلا پنیر لاکتیکی خوردی یا کلا محصولات لبنیاتی، مخمرش چیه؟ اسید لاکتیکه.
اون یکی چ... مثلا حالا اصلاحی میگم شرابی که میگیرن، الکلی که میگیرن، اون چجور به وجود میاد؟ اون از تخمیر الکلی به وجود میاد، اونم به حال مخمر. اولفاز میگه ریش پروفسوری بهتون میاد چک کنیم. خب پروتئین نمیده به گاو؟ نه. باکتری پروتئین نمیده به گاو؟ نه. باکتری فقط انرژی. حالا ممکن اصلا ویتامین نام لابلاش یه مقداری بده، ولی اون باش عمده کارشون چیه؟ انرژیه. چون باکتری بعد چون گاو بعد از اون سلولوزه انرژی بگیره، منبع غذایی اصلیشه. نشاسته رو میتونه خودش جذب کنه ولی سلولوز رو میخواد. پس در مورد 5 ما باکتری های همزیست رو داریم که بهش کمک میکنه به موجود که در ازای مصرف موادی که اون نتونسته هضم بکنه به ما انرژی یا مواد مفید میده. انواعی از باکتری ها در بخش های مختلفی از بدن زندگی میکنه. از فواید باکتری های روده میتونه به موارد زیر اشاره کرد. دستگاه کمک به دستگاه گوارش، یعنی به حرکتش، به خود دستگاه، اصلا فیبر که همون سلولوزه، به حرکت دستگاه گوارش کمک میکنه. حالا دوستانی که ممکن مشکل گوارشی داشته باشه حرف منو بیشتر درک میکنن. عرضم خدمت شما که مثلا وقتی شکمتون میگیره نمیتونید دستگاه گوارش به خوبی کار بکنه، میگن فیبر بخورید. خب این کمک میکنه. تولید ویتامین B و K رو که خدمتتون عرض کردم بشه صورت هستش. جلوگیری از رشد باکتری های مضر به واسطه رقابت بر سر منابع. این نکته خیلی مهمه. این نکته فصل 15ه. این خیلی مهمه. این از اون نکته ترکیبی است. خب میگه چی؟ میگه آقا باکتری پروبیوتیک دارم. خب پروبیوتیک ها توی بدن من هستن. خیلی هم خوشحال هستن. یه چند تا باکتری مضر میان. میان آقا بخواییم ما اینجا روش کنیم. باکتری های پروبیوتیک از دوران کودکی همراه ما هستن. از نوزادی کودکی همراه ما هستن. خب؟ و به خاطر تقدم زمانی، یعنی زودتر رسیدن. تقدم زمانی یعنی چی؟ زودتر رسیدن. چون زودتر رسیدن تعدادشون چیه؟ تعداد بیشتره. چون تعداد بیشتره اینا ناکو بیشترشون بیشتره دیگه. 6 تا اونا 2 تا. 6 به 2 کی بیشتر میتونه از منابع استفاده کنه؟ اونی که 6 تاییه. چرا؟ چون باکتری ها سریع تکثیر میشن. سرعت تکثیرشون بالاست. هر 20 دقیقه نصف میشن. خب؟ حالا میگیم. خب؟ سرعت تکثیر بالاست. چون سرعت تکثیر بالاست، هر چقدر تعداد بیشتر باشه، شانس بیشتری در دسترسی به منابع داره. از منابع بیشتر استفاده میکنه. پس چی میشه؟ پس در نتیجه باکتری مضر رشد کمتر میکنه. نمیگیم اصلا نمیکنه. رشد کمتر. یه نموداری داره که اون نمودارشو تو فصل 15 با هم دیگه بررسی میکنه. که همین صحبت من رو به صورت نمودار کشیده. اوکی؟ فیبر همون سلولوزه که مثالش میشه کاهو، سبزیجات، موادی که دارای سلولوز زیاد باشه. سارا گفته ماست پروبیوتیک هم واسه اون داستان. بله پروبیوتیک هم باکتری های مفید هستن یا داخل ماست و مواد لبنیاتی استفاده میکنن که بیشتر به بدنتون برسه. خب تا جان ببین در مورد کتاب تستم عرض کردم خدمتتون، شما لازم نیست کتاب بگیرید، سوال خودم میدم. کتابی که بهترین مثلا من چون همه کتاب بازار بررسی کردم، کتابی که بخوام 100% تاییدش بکنم واقعا وجود نداره. ایشالله اون کتاب خودمون که آماده بشه خدمتون اعلام میکنم. از کتابهای دیگه سوالهای خوبشون رو خودم براتون ارائه میکنم، توی پنلتون میزنیم با هم دیگه حل میکنم، نگران نباشید. خب سوالهای خودم هم که هستش بهتون میدم و ایشالله میدم. خب دو تا نکته با هم دیگه ببینیم. گفته باکتری های بیماریزا انگل های درون یاخته ای هستن. خوب دقت. باکتری بیماریزا انگل درون یاخته ایه. یعنی چی؟ یعنی که کجا رفت؟ باکس نه. خب باکتری بیماریزا انگل درون یاخته ای هستش. یعنی این باکتری وقتی که میخواد بیماریزایی بکنه برای من، خب دو تا حالت داره. یا سم تولید میکنه که خوبه چی اون بیماریزایی بکنه که سم شه هیچ، اما اگه خود باکتری واسه من بخواد بیماریزایی بکنه انگل درون یاخته ای میشه، یعنی میاد داخل سلول من که از سلول من استفاده کنه. گفته چرا که از باکتری های بیماریزا برای تکس، چرا که باکتری های بیماریزا این ازش میگم اضافه است،
برای تکثیر نیاز به منابع درون یاخته‌ای سایر جانداران دارند. خب این هم دارند بخواهی میکنم مثلا. خب عرضم بخواهی شما که پس باکتری ها برای تکثیرشون نیازمند چی هستن؟ منابع درون یاخته‌های دیگه هستن. پس ما سلول های میزبانمون در سلول هایی که دچار باکتری میشن اون سلول ها میزبان میشن، باکتری ها میشن انگلشون. توجه کنید که باکتری ها برخلاف ویروس ها، خوب دقت کنید، باکتری ها برخلاف ویروس ها نیازی به ساختارهای یاخته یه میزبان ندارن. میرسیم یعنی جلوتر در مورد ویروس باز میگم خدمتتون. ویروس ها از ساختار یاخته یه هم استفاده میکنن، ولی باکتری فقط از چی استفاده میکنه؟ فقط از منابع استفاده میکنه، چرا که خود ساختار یاخته لازم و حداقلی را دارن. باکتری ها ساختار یعنی دست این که خود که گفته منابع باکتری هستش، باکتری ها ساختارهای یاخته یه لازم رو دارن. پس یه برای خلاصه کردن، ویروس انگله درون یاخته ایه. چرا؟ چون هم ساختار یاخته ای رو میخواد، ساختار یاخته ای یعنی چی؟ یعنی اندامکای یاخته رو، هم منابع رو میخواد. منابع یعنی چی؟ یعنی گلوکوز میخواد، پروتئین میخواد، آنزیم میخواد، اینجور چیز. باکتری انگل درون یاخته ایه. چی رو میخواد؟ فقط و فقط منابع رو میخواد، ساختار نمیخواد. این میشه خلاصش. یه نکته ترکیبی، باکتری های مفید، اینو از گفتم الان بالا، باکتری های مفید موجود در دستگاه گوارش به علت تقدم زمانی وجود و تکثیر و زود هنگام در دستگاه گوارش نسبت به سایر باکتری ها که در مراحل رشد بعدی وارد بدن میشوند، میتوانند در رقابت با آنها پیروز شوند. خب پس نسبت به باکتری ها تقدم زمانی، باکتری هایی که در مراحل بعدی میان تقدم زمانی دارند و در رقابت با اونها پیروز میشه. پایین هر قسمتی هم که یه قسمت خالی داریم که این نکاتی که من بالا نوشتم اگه اینجا جا نشد این توی قسمت خالی میتونید بنویسید. دوستانی که تابستون بودن دیدن که من اینا رو از روی پاورپوینت های خیلی خوشگلتر و رنگی منگیتر و خیلی جذابتر میگم. میگم این جلسه بعد واسه اینه که باز مجدد تکرار میکنم کسایی که جای به اون اضافه شدن، برای اینکه با ساختار جزوه آشنا بشید. خب ساختار یاخته غشا نیست، نه خوب دقت کن، ساختار یاخته غشا نیست. غشا جزء جزئی از ساختار یاخته است، ولی منظور از ساختار یاخته این ویروس وقتی وارد مثلا سلولهای بدن ما میشه دنبال غشامون که فقط نیست، دنبال چیه؟ دنبال عرضم به خدمت شما که منابعی مثل اندامک ها و این هاست در اولویت اول. خب غشا هم جزء ساختار یاخته هست، خب ولی اولویت انتخاب ویروس اون نیست. الان جلوتر میگیم چیا، ویروس اول دوباره اندامکای دیگه است. خب بعدن میتونه مثلا از موقعی که داره خدافظی میکنه از سلولمون رو میتره کنه میره، یه بخش از قشا هم دور خودش بکشه و بره. اوکی همه اینا کتابه محلا، همه اینا کتابه دیگه، رو خود متن کتاب نمیمونه، همش مطالب کتاب، مطالب کتاب و یه سری مطالب هم بیشتر در کنارش، ولی همش از مطالب کتاب هستش. خیال دار میتونه اصلا غذا رو استفاده نکنه. یعنی چی غذا رو استفاده نکنه رومیسا؟ منابع رو بالاخره نیاز داره دیگه. اگه باکتری همزیست بیش از اندازه زیاد بشه ارشیدا و در جای نامناسبی باشه میتونه باعث بیماری‌زایی بشه. مثلا باکتری تو روده است، همزیست ما هم مثلا اوکیه، اگه همونجا خیلی زیاد بشه میتونه بیماری‌زایی بکنه که معمولا نمیشه، چون یه تعادلی رابطه همزیستی ما با هم دیگه داریم. اگر بره مثلا تو خونمون یا بره توی مثلا دستگاه تنفسمون یا مثلا بره تو بافت‌های مختلف دیگه، ممکنه اونجا هم بیماری‌زایی بکنه. نکته ترکیبیمون اینه که ترکیب فصل 15، باکتری همزیست توی بدن خب با باکتری های بیماریزایی که بعداً وارد بدن میشن رقابت میکنه بر سر منابع غذایی موجود، و چون اونا از نظر از تقدم زمانی زودتر اومدن، باکتری های پروبیوتیک زودتر اومدن تو بدن ما، همزیست ها زودتر تو بدن ما هستن، چه اتفاقی میفته؟ توی رقابت برنده میشن، باکتری های بیماریزا تو رقابت میبازن، با خاطر این رشد زنده نمیکنن. یک تا سه ساعت، نه 20 دقیقه است الان میگیم، حتی بستگی به نوع باکتری داره، ولی نه سرعتشون خیلی بالاتره، یک تا سه ساعت طول بکشه باکتری تقسیم میشه. نه
گفته که باکتری موجود زنده محسوب میشه. بله. باکتری چرا سینا پرسه باکتری چرا نیاز به ساختار یاخته‌ای نداره؟ چون خوش داره. چون خوش یاخته است. جزء موجودات زنده است. ویروس مرز بین موجود زنده و غیر زنده است. ساختار یاخته‌ای نداره که جلوتر میگیم. خب. باکتری کنسرو خودش به تنهایی بیماری‌زایی نمی‌کنه، فقط سمش. گلوبول سفید کاری نمی‌کنه، فقط رقابت باکتری نه، فقط رقابت نیست. یکی از مسائل که من می‌گم چرا باکتری گلوبول‌های سفید هم اگر وارد بافتاب بشن اون باکتری‌ها باهاشون مبارزه می‌کنن. خب تو دستگاه گوارشمون که گلوبول سفید نداریم، بعد تو بافتا یا خون میان که وجود داشته باشه. خب روش های بیماری‌زایی باکتری ها دو تا روش داره. یک، ورود به درون یاخته سایر جانداران و تکثیر بی‌رویه. این چیه؟ انگل درون یاخته‌ای. دومی، تولید سم یا توکسین و اثرات منفی آنها در فرآیندهای طبیعی زیستی یاخته ها. مثل سم تو چه در قوطی کنسرو. یعنی چی؟ سم چجوری در فرآیند طبیعی یاخته مشکل ایجاد میکنه؟ مثلا شما فرض کن من یه سمی مصرف کردم که این سمه بریم تو زیست هشتم، با زنگ پیش سم هشتم واسه بچه‌ها میگفتم تنظیم عصبی، بیاد مثلا عصب مربوط به مثلا چه میدونم تنفس رو مهار کنه، دوچار چی میشی؟ خفگی. میشه سم توکسین. ببین باکتری با اون کوچیکیش میتونه یک کار بکنه تو خفه بشی بدونه که خودش دخالت بکنه. سما رو باید جدی بگیر. توکسین سم اسم دیگه. خب روش های بیماریزایی، روش های کسب یا تولید انرژی در باکتری. خب باکتری ها چجوری انرژی به دست میارن؟ بابا این من نمیدونم امروز با ما سرش شوخی داره سیریسلی. روش های کسب یا تولید انرژی در باکتری. اینم مثلا زرد کنم که امرک عرضم به خدمت شریف شما. دو حالت داره، یا هتروتروف و مصرف کنندن. هتروتروف یعنی همون مصرف کنند، اسم لاتینش. خب که غالبا همینطوری هستن، بیشتر باکتری ها از این نوع هست که میرن الان انگل درون یاخته ای میشن یا به هر طریق از محیط مواد عالی مورد نیازشون رو تامین میکنن و رشد میکنن. اینا هیچ اول دست. دسته دوم اتوتروف یا تولید کنندن، یعنی خودشون تولید میکنن، مثل گیاهان، مثل جلبک ها میتونن خودشون هم تولید بکنن. این تولید اینها دو دسته داره. این که دارم میگم خارج از کتابه. این نکته بیشتر بدانید، ولی بیشتر بدانیدی که ازش سوال میاد، بخاطر همین تو بیشتر بدانید کادر آبیایی جزو نذاشتمه، چون از این سوال میآید. بیشتر بدانید ولی ازش سوال میاد تو آزمون مدرسه برتر و سمپاد، به ویژه خود سمپاد از این سوال میاد و شما باش مثل بخش از کتاب درسی برخورد کنید، چون طراح سمپاد فرض رو بر این میگیره که تو باید بدونی که همچین چیزی ممکنه وجود داشته باشه. هر جان، هر گروه از فرمان روها میتونن همچین طبقه بندی رو تقریبا داشته باشن، به غیر از کیا؟ جانوران و قارچ ها که به هیچ عنوان رو نداره. یا فتوسنتز میکنند این تولید کننده ها، یا شیمیوسنتز میکنند. فتوسنتز کننده ها با استفاده از انرژی نور خورشید این کار رو انجام میدن. و دقت کن اینا چون باکتریان اندامک قشادار که ندارن، اینا هستر هم نداشتن چه برسه به سایر اندامک ها، پس چیکار میکنن؟ ساختارهای جایگزین کلروپلاست را روی قشای یاخته خودشون دارن، روی قشای یاخته قرار گرفته. تو شیمیوسنتز چیکار میکنن؟ از مواد معدنی انرژی میگیرن نه از نور. خب و عرضم میخوام شما که مانند باکتری های بی حوادی موجود در قوطی کنسرو و غارهای تاریک. خب حالا بیشتر شما اینجا غارهای تاریک رو نظر بگیرید، چون قوطی کنسرو میتونه تخمیر کننده هم باشه، لزوما تولید کننده نیستش، ممکن تخمیر کننده باشه. خب این قسمت که اینایی که مصرف کننده هستن، اینا رو به دو دسته تقسیم می‌کنید. اونایی که حوازیان، اونایی که بی حوازیان. اینو بهش اضافه کنید. اونایی که حوازی هستن، اونایی که حوازی هستن در حضور اکسیژن و O2 انرژی میگیرن، که اینها باید چیکار کنن؟ اینا باید ساختارهای شبیه به چی داشته باشن؟ شبیه به راکیزه یا میتوکندری داشته باشن. روی کجا؟
روی قشا. بی حوازی ها اونایی که در عدم عضو هن که میشن کیا؟ همونه که گفتم تخمیری ها، الکلی را. اوکی کاربرد باکتری ها در زندگی ما چی هستش؟ خب بچه خب باکتری ها تو زندگی ما خیلی کاربرد های متفاوتی دارن. از باکتری ها امروزه برای پاکسازی محیط زیست، تولید گیاهان مقاوم به آفت و تولید دارو استفاده میشه. سه تا نکته ای که کتابتون گفت. این جمله کتاب. همچنین نکته بسیار مهم. باکتری ها به دلیل رشد سریع و ویژگی های منحصر به فردشون در آزمایشگاه ژنتیک برای مهندسی ژنتیک، غنی‌سازی و تولید محصولات زیست فناوری مورد استفاده قرار میگیره. مربوط به نکته چیه؟ پایه 8. باکتری ها در زیست فناوری نقش دارند، از آنها در مهندسی ژنتیک برای انتقال صفات جدید و تولید مواد زیستی استفاده میشه. مثال چی؟ تولید انسولین در باکتری ها، تولید گیاهان مقاوم به آفتکش. خب این است. چند تا سوال جواب بدیم. گفته که چند تا سوال بنیادین داریم. خب ببینید در مورد هشتم تو ژنتیک که برسیم من کامل واسهتون توضیح میدم مهندسی ژنتیک به چه صورتیه. ببینید باکتری ها به خاطر اون ماده ژنتیکی که دارن، اینا یه ماده ژنتیکی دارن که متصل شده به یک غشای ارزان به خدمت شما، قسمتی از غشای یاخته شون. این ماده ژنتیک اصلیشونه. یه سری ماده ژنتیک فرعی دارن، حلقه های دی ان ای جدا هستن که به اینها میگن دیسک یا پلازمید هم گفته میشه. اسم انگلیسیش، اسم فارسیش دیسکه، اسم انگلیسیش پلازمید هستش. خب این دوستان عزیز میتونن رو خودشون ژن داشته باشن، ژن های به خصوص، یا میتونیم ما روش ژن قرار بدیم. خب باکتری ها این ویژگی رو دارن که این دیسک ها رو به همدیگه قرض بدن. ببین مثلا من اگه صفتی داشته باشم، در مورد این توکام تو کلاس تابستون صحبت کردیم، من اگه صفتی داشته باشم بخوام به دکتر جهانی های کوچکی که در نسل بعدی به وجود میاد این صفت رو منتقل کنم، خب مثلا فرض کن من شاخ دارم، میخوام این شاخ رو به نسل بعدی منتقل کنم، بعد چیکار کنم؟ بعد تولید مثل کنم دیگه، درسته؟ باکتری ها لزوما فقط از طریق تولید مثل صفاتشون رو منتقل نمیکنن، رفاقتی هم به همدیگه صفت منتقل میکنن. یعنی مثلا رفیقم میاد میگه ببین من شاخ دارم، بیا این نسخه شاخ 2.0 هست جدیده، اینو استفاده کن، یه شاخ جدید در میاری، بهش رفاقتی بهش میده. به اونا میگن چی؟ دیسک یا پلازمید. خب حالا من از این چه استفاده میتونم بکنم؟ سوء استفاده. مشخصا انسان چیکار میکنه؟ سوء استفاده. چیکار میکنه؟ میاد میگه که آقا من ژن انسولین که مال انسانه رو میذارم روی این دیسکه، میدم به باکتری. باکتری اصلا نمیدونه انسولین چی هه، اصلا نمیدونه انسولین چیه. هورمون نمیشه، اصلا اندامک هم نداره، چه برسه به اندام و دستگاه و هورمون و هیچی نداره. چیکار میکنه؟ میاد از بر اساس اون ژنی که بهش رسیده فکر میکنه مواد مقدار خودشه، شروع میکنه ساختن، انسولین میسازه، زیادم میسازه، من از انسولین استفاده میکنم و چی میشه؟ اون انسولین رو من به صورت صنعتی تبدیل به دارو میکنم، میفرستم تو بازار ازش استفاده. این از این. تو گیاهان مقاوم به آفتکش چیه؟ ببینید آفتکش ها هم گیاهان مقاوم به آفت تولید میشن از توسط باکتری، هم مقاوم به آفتکش، هر دو بعدش وجود داره. اول آفتکش رو بگیم که بحثمون. آفتکش چیکار میکنه؟ ببین شما میری مثلا توی یه مزرعه ای ملخ حمله کرده، کشاورز اومده سم پاشیده که ملخ ها بمیرن، خب؟ ولی همون سمه وارد گیاه میشه، گیاه رو آلوده میکنه و ما اون گیاه رو مصرف میکنیم، ما آلودگی اون رو میگیریم، مریض میشیم، دچار مشکل میشیم. میان چیکار میکنن؟ میان از اون حشره ها یه سری ملخ هم جون سختن، از دست این آفته چی میشن؟ فرار میکنن، نسبت به این آفته نفوذ ناپذیر میشن. این آفته رو چیکار میکنن؟ این آفت کشه رو به قول معروف روشون تاثیر نمیذاره، نسبت به اون مقاومت پیدا میکنن. اینا میرن اون ملخایی که نسبت به اون آفت کش مقاوم شدن رو پیدا میکنن، ژنشون رو میگیرن، اون ژن رو توسط همین دیسکای باکتری منتقل میکنن به کی؟ منتقل میکنن به گیاهه.
گیاهه نسبت به آفتکشه مقاوم میشه. سری بعدی که کشاورز اومد سمزر، ملخ ها میمیرن. حالا درسته یه تعدادشون جون سختن باز زنده میمونن، ولی اکثرشون 80 درصدشون 90 درصدشون میمیرن، گیاه ها هیچ آلوده نمیشن. ما هم که میخوریم گیاه، اون سمر رو تو گیاه نمیخوریم. اوکی؟ این میشه مقاوم به آفت. چیه مقاوم به آفت؟ یعنی بازم با مهندسی ژنتیک به وجود میاد، ولی کارش اینه که یه کاری بکنه که اصلا ملخ نزدیکش نشه، مثلا یه ماده ای ترشح کنه که ملخ ازش دور کنه. این از یه سوال بنیادین دیگری من دیدم پرسیده شده، پرسیدن ژن چیست. ژن تو پای هشتون داشتیم، واحدهایی از دی ان ای که توالی هایی هستش که تعیین صفات ما رو انجام میده. این که مثلا من شاخ داشته باشم یا نداشته باشم تحت کنترل یک توالی در دی ان ای من هست. اگه وجود نداشته باشه که دکتر جهانی باید شاخ داشته باشد، اون شاخدار میشه. حالا که اون دقیقاً اتفاق چه جوری میفته ان شاء الله تو ژنتیک بعداً بررسی خواهیم که قطعاً داریمش مبحث ژنتیک رو، چون ما هشتون رو هم کامل درس میدیم. دیسک باکتری رو میذارن تو گیاه، خود باکتری رو نمیزنن تو گیاه. بعد یه سوال دیگه بنیادی نیست که دیدم پرسیده شده، کلروپلاست و میتوکندری رو پرسیدن. کلروپلاست یا سبز دیسه اندامکیه که در گیاهان فتوسنتز انجام میده، یعنی تولید کربوهیدرات از مواد معدنی انجام میده. خب یه سوال بنیادی تری هم قبل ترش من دیدم رفت پایین، خیلی سوال زیاد بوده اینجوریش پشت سر میرفت. یه سوال پرسیدن ماده عالی چیست. خب ببین نگاه کنید دیگه، خیلی بنیادی این بود، البته ما اینا رو تابستون گفتیم ولی اشکال نداره دوستان که ثبت نام کردن مجدد برگردن اون جلسه تابستون رو حتما ببینن. خب تو برنامه درسشون حتما اینو لحاظ بکنن، به مشاورتون هم بگید حتما اینو براتون لحاظ میکنه تو برنامه. ببینید ما مواد رو در طبیعت به دو دسته تقسیم میکنیم، مواد معدنی مواد عالی. مواد معدنی اونایی که در طبیعت بیجان پیدا بشه، مثلا CO2، آب، اکسیژن، اینا موادی که در طبیعت پیدا میشن. آهن، سدیم، همه عناصر به صورت کلی در طبیعت پیدا میشن، درست؟ ولی ترکیب‌های از این عناصر هستن که در طبیعت بیجان به صورت عادی پیدا نمیشن، حتما باید یک موجود زنده اون رو ساخته باشه، اونا میشن مواد عالی. پس ماده‌ای که حتما برای ساخته شدنش به یک موجود زنده احتیاج دارد میشه ماده عالی. اوکی. مواد عالی 4 هستن: کربوهیدرات که میشه قندها، پروتئین، لیپید یا چربی و اسیدهای هسته‌ای یا اسید نوکلئیک که میشه دی ان ای آر ان ای. خب این 4 دسته مواد عالی هستن. حالا در فتوسنتز چی ساخته میشه؟ کربوهیدرات در اثر انرژی نور خورشید از مواد معدنی، کربوهیدرات که یک نوعی از مواد عالی ساخته میشوند. خب اینو کی انجام میده؟ کلروپلاست یا سبزیسه که یک اندامکی داخل سلولهای گیاهی یا جلبک ها که نوعی از آغازیان هستن وجود داره. تو باکتری هایی که فتوسنتز میکنن این چجوری به وجود میاد؟ اندامک ندارن که، کلروپلاست ندارن، روی قشای یاخته خودشون، روی همین قشای یاخته شون یه قسمتیش میاد چیکار میکنه؟ کار فتوسنتز انجام میده. حالا میتوکندری چیه؟ کربوهیدرات رو من یاخته مصرف کنندم، یاخته تولید کننده نیستم، از کربوهیدرات رو از طریق تغذیه گاز دادم، چه میدونم درونبری کردم، از طریق تغذیه کربوهیدرات رو دریافت کردم، این کربوهیدرات رو میخوام تبدیل بکنم به انرژی، به ATP، ازش انرژی بگیرم و اون انرژی رو صرف کارهای بدنم بکنم، یا صرف سوخت و ساز بکنم، یا ازش مواد جدیدی اصلا کلا بخوام بسازم، میخوام پروتئین بسازم، میخوام چربی بسازم، میخوام چیز دیگه بسازم. خب انرژی میخوام واسه این کار، انرژی رو از کربوهیدرات میگیرم، کربوهیدرات اون گلوکوزی که مثلا گیاه ساخته رو من دریافت میکنم. من کیم؟ میتوکندری، یه اندامکی تو داخل سلولهای یوکاریوتی. خب میاد چیکار میکنه؟ کربوهیدراتو میگیره، سوخت و ساز انجام میده، بهمون چی میده؟ ATP میده. اوکی. حالا باکتری های هوازی که میتوکندری ندارن چجوری این کارو انجام میدن؟ میتوکندری کلا با اکسیژن کار میکنه، هوازیه، چجوری این کارو انجام میده؟ روی قشاش. تموم شد رفت. عرضم به خدمت شما که یه چیز دیگه هم که پرسیده بودن بحث تخمیر بود. تخمیر دیگه نیازی به این ساختارها نداره، تخمیر داخل سیتوپلاسم انجام میشه و نیازی به میتوکندری و کلروپلاست نداره. کلروفیل سبزدینه است، یعنی رنگدانه های موجود در سبزدیسه یا کلروپلاست رو میگن کلروفیل. اوکی. باکتری ها میتونن همه موجودات رو
ارزم به خدمت شما که درگیر بکنم و آلوده بکنم. بله باکتری میتونه گیاه هم درگیر بکنه، ویروس ها هم حتی این کار میتونه انجام بدن. حالا در مورد ویروس ها این نکته اضافه تر هم خدمتتون عرض کنم. ملخ اون که مثالی که زدم در مورد سم و آفات، نه تکامل نمیخواد، تفاوت فردیه. خب شما مثلا یه سمی میزنی سوسکا رو بکشی، سم میزنی ملخا رو بکشی، یه تعدادی ممکنه نسبت به اونها مقاوم باشن و زنده میمونن. سارا پرسیده که دیسک رو دوباره بگم. دیسک یا پلازمید یک دی ان ای حلقوی مجزایی هستش که عرضم به خدمت شما که چیکار میکنه؟ صفات رو جا بین باکتری ها جابجا میکنه. تا اگر سوال جمله که نوشتی سوالیه، چون نکته و سوال نه، علامت تعجبی و سوالی نه، ولی اگر جمله سوالیه بله داخلش زیست وجود داره. خب دیسک رو دارن، دیسک رو دارن، باکتری ها دیسک رو دارن. اوکی. تخمیر گفتم اون حالت بدونه حوازی هستش که بدون نیاز به اکسیژن انجام می شود و مقدار ATP هم که به ما میده کمتر هستش قطعا. خب اینجا یه بیشتر بدانید داریم در مورد همین بحث دیسک ها که عرضم بخواهد شما قابل جا به جایی هستش. توضیح دادم که ماده ژنتیک رو میتونه جا به جا بکنه. بریم سراغ تولمس باکتری. از سال 8 گفته باکتری ها به روش دوتایی دونیم شدن تقسیم میشن. تقسیمشون قطعا یک تقسیم غیر جنسی هستش و یاخته های کاملا مشابه رو به وجود میاره. هر 20 دقیقه یک بار حداقل این تقسیم رخ میده. باکتری ها بر اساس شکلشون به 3 دسته تقسیم میشن بچه ها. باکتری های کروی، میله‌ای و رشته‌ای. باکتری های کروی رو در زبان لاتین بهش میگن کوکوس. میله ها رو بهش میگن باسیل یا باسیلوس. رشته ای رو میگن اسپایرال یا اسپایرالیس. خورده بعد شد. اینا خود فرم باکتری هم بچه ها، خود شکل باکتری هستن. خب این باکتری ها میتونن نحوه آرایششون هم طبقه بندی بشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا میتونن این باکتری ها چند تا از این کروی ها کنار همدیگه مثل خوشه انگور کنار همدیگه جمع بشن، ساختار خوشه ای بگیرن. بعد به این ساختار خوشه ای میگن چی؟ میگن استافیلو. خب چون کرویه و خوشه بهش میگن استافیلو کوکوس. ممکن اسمشو شنیده باشین، استافیلو کوکوس اورئوس. خب یا استرپتو کوکوس نومونیا. استرپتو کوکوس یعنی چی؟ استرپتو یعنی اینا یه دونه تسبیح به همدیگه وصل شده باشن. اگه یه دونه تسبیح به همدیگه وصل شده باشن بهش میگن استرپتو. استرپتو کوکوس یعنی باکتری های کروی که به صورت زنجیری به هم وصل شدن. آیا لازم این استافیلو و استرپتو رو بلد باشیم؟ خیر، هیچ نیازی نداره. آیا لازم اسمهای لاتین کروی، میله و رشته رو بلد باشیم؟ خیر، لازم نیست. اگه سوالی بخواد خودش بهتون میگه. من صرفا گفتم که براتون چیز نگفته باقی نم. اینا میتونن به شکل خمیده باشن، من یه لزوما لازم نیست چیز باشه. همین اسپایرال میتونن خمیده باشن، مشکل نداره. تنفس میکنه دیگه. بله حسین جان، باکتری تنفس میکنه. اینا که گفتیم تنفس حوازی و بی حوازی، نه تنفس هم دیگه. حالا تنفس یعنی آزاد، تنفس واژش یعنی آزاد کردن انرژی از ترکیبات عالی. امیر حسین میگه احساس کنم تو هری پاتر نشده. آره شبیه ورلا شونه. استرپتوکوکوس نمونیا، ولی نه بیماریه. خب هری پاتر که میدونید لقب استاد بوربور هست. این از این آغازیان رو فعلا کاری باش ندارم، قارچان رو فعلا کاری باش ندارم. بریم سراغ اول ویروس، ویروس هم بگیم و بعد بریم سراغ فهمیم چقدر داریم. خوبه، چقدر سریع گذشت. ATP ها بیاد بالا، ATP ها بیاد بالا ببینم. بودو بودو ATP ها افتاده. ATP بیاد بالا ببینم. پر انرژی، پر انرژی. من لقب ندارم، من دکتر جهانی هستم. لقب انرژی بیاد بالا ببینم. انرژی بخواستیم بیاریم بالا چیکار میکردیم؟
پای نهم قلبش چه رنگی؟ سبز. باریکلا. انرژی قلبای سبز رو بفرست بیاد ببینم. اونایی که سبز ندارن یعنی کیبوردشون قلب نداره یک بفرستن. بودو 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 بودو. باریکلا. ای تی پی بیاد بالا ببینم. ای تی پی بیاد بالا. آفرین آفرین همینو میخوایم. همینو میخوایم ما. همینو میخوایم. باریکلا. باریکلا عالی پر انرژی. انرژی نیفته ساعت 9 شب میخوایم تا ساعت 12 شب بریم. ادمینم دعوامون نمیکنه. پر ای تی پی میخوایم بریم ها. پر ای تی پی. ببینم چه میکنید. باریکلا. 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 خب. آره یه پیام دیدم بچه زدن. آره جراح کلاسینا هم به من میگه ولی هم دکتر جوانی خوبه. خب. دکتر ای تی پی. خب. بریم. بریم. ای تی پی که مال شماست. شما پر ای تی پی به من ای تی پی میدید. بریم آقا. ویروس ها مرز بین موجود زنده و غیر زنده. بریم ویروس رو بتره کنیم بره پی کارش بابا اصلا اسیرمون کرده. در کنار این پنج فرمان روی اصلی یعنی کیا؟ باکتری، آغازیان، قارچ ها، گیاهان و جانوران که از بین اینها باکتری رو خوندیم میمونه اینها. گیاهان مال فصل 12 فصل بعدیه، جانوران مال فصل 13 و 14 هستش. آغازیان و قارچ ها تو این فصل باقی موندن. خب؟ که اونها رو هم بررسی خواهیم کرد. موجودات مختلفی وجود دارن که دانشمندان و زیست‌شناسان دقیقاً نمی‌توانند آنها را جزئی از این فرمانروها قرار دهند. چرا نمی‌تونن؟ چون ویروس‌ها به علت داشتن ماده ژنتیک و توانایی انتقال صفات به جانداران شباهت دارند، در حالی که فاقد ساختاری یافته‌ای هستند و بسیاری از ویژگی‌های سایر موجودات رو ندارن. خب پس فاقد ساختار و بسیاری از ویژگی های سایر موجودات زنده میباشن. برای یادگیری کامل مبحث ویروس ها واسه تون یه نمودار گذاشتم. این نمودار رو که بچه های خودم که خوب میدونم بچه هایی که جدیدن خوب دقت بکنن. تمام نکات اینجا هست. خوب دقت کن. ویروس ها مرز بین موجود زنده و غیر زنده هستن. ساختارشون از چی ساخته شده؟ یک ماده ژنتیک دارن که یا از جنس دی ان ای یا از جنس آر ان ای. فرق دی ان ای آر ان ای مال کجاست؟ مال بحث ژنتیک بعداً صحبت می‌کنیم. این دی ان ای آر ان ای تنهاه همینجوری ازش می‌کنیم تو محیط؟ نه. یه پوششی از جنس پروتئین یا کپسید داره. اوکی. ویروس‌ها خارج از بدن موجودات زنده فاقد توانایی تکثیرند و فعالیت ندارند. خب چه جوری هست ساختارشون؟ ویروس‌ها خارج از بدن موجودات زنده که باشن ساختار بلوری و جامد دارن. چرا گفته جامد؟ مگه بقیه سلول ها مثلا مایعن یا گازن؟ مثلا نورون مگه گازه؟ نه. جامد اینجا تعریفش فرم مایع جامد گاز، مایع جامد و گاز نیست. جامد اینجا منظورش مثلا میگن یک مثلا موجود یک جسمی جامد است. خب این به معنای عدم انعطاف و فعالیته. خب سلول ها چون خیلی منعطفن و یک شکل منعطفی دارن و قشاشون خیلی سیاله و خیلی حرکت داره و مدام از داره با محیطش تبادل میکنه، خب این در برابر موجود بیجان هست. یعنی اون جامد در برابر در اصل منظورش کلمه بیجان و غیر قابل انعطاف و غیر فعال هستش. خب منظور این کلمه اینه. ویروس ها پس ساختار یافته‌ای و اندامک ندارن. به علت استفاده ویروس ها از ساختار یافته‌ای میزبان بهشون میگن چی؟ انگل درون یافته‌ای. این نمودارا رو من تو جزوه سیاه‌سفید گذاشتم که اگه خودتون خواستین با رنگ‌های مختلف میتونین چیکار کنین؟ میتونین مثلا اینجا رو رنگ بکنید. خب هر جوری که خودتون دوست دارید. گفته شده که ویروس ها می توانند با سه تا جمله، ویروس ها می توانند دارای بخشی از قشای یاخته میزبان باشند که کمک میکنه به فریب خوردن سیستم ایمنی و یاخته های میزبان بعدی. گفتم قشا یه چیز نیست که لزوم ازش استفاده کنیم، ولی بعضی وقتا میشه ازش استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی سلول کارشو که کرد، از همه اندامک ها که استفاده کرد، خودشو تکثیر کرد، میاد چیکار میکنه؟ موقعی که داره میترکونه سلول رو، میره یه قشا، یه تیکه از قشای سلول که ترکونده رو میکشه دور خودش. بعد وقتی بین سلول‌های ایمنی حرکت می‌کنه میگه بچه‌ها من یه سلول بافت پوششی‌ام. بعد سلول‌های ایمنی مثلا حواسشون نیست که مثلا تو قلبن ولی داره سلول بافت مثلا پوششی رد میشه، میگه اوکی برو دمت گرم. همینقدر که تشخیص این سلول خودیه براش کافیه. و
پس فریب میده سیستم ایمنی رو، خودش رو استتار میکنه. خب پس ویروس ها میتونن بخش از یاخته میزبان رو داشته باشن، قشاشو میتونه بدون قشا یاخته باشه، یعنی اصلا هیچ چیزی نداشته باشه، که در اون صورت باعث عدم شناسایی توسط سیستم ایمنی میشه. چه باشته باشه چه نداشته باشه به ضرر ما. یعنی چی؟ اگه قشای میزبان رو بکنه دور خودش بپیچه، سیستم فریب داده، گفته من خودیم. اگر دور خودش قشا نپیچد، اصلا دور خودش قشایی نداشته باشه، خودش هم که از قبل قشا نداشته باشه، هیچ قشایی نداره، سیستم ایمنی نمیتونه شناساییش بکنه. چرا؟ چون هیچ گیرنده سطحی، هیچ آنتیجنی، هیچ چیزی رو سطحش وجود نداره، هیچ علائمی رو سطحش وجود نداره که بشه بهش رفت چپ شو. ما برای اینکه تو بدن بتونیم تشخیص بدیم یه سلول خودیه یا غیر خودیه، بعد با گیرنده سطحیش چفت بشیم. واکسن که شما میرید میزنی، واکسن میره با گیرنده سطحی چفت میشود. خب پاتن دیگه میره چفت. خب پس من چیکار کنم وقتی نمیتونم به چیزی وصل بشم؟ نه اینکه اون مثلا سلول خودم کنده باشه که فریب داده منو، فکر میکنم سلول خودیه. پس چجوری شناساییش بکنم؟ برای ویروس ها راه شناسایی چجوری هستش؟ شناسایی یاخته آلوده. باید سعی کنم یاخته آلوده رو شناسایی بکنم. سال 11 فصل ایمنی اختصاصی لنفوسیت های تی. ایشالا اونجا میرسی کاملش رو میخونی. ویروس ها میتوانن مدتی درون یاخته باشن ولی تکثیر نشوند، یعنی عدم بروز علامت و نشانه های بیماری. مگه میشه ویروس وارد بدن من بشه ولی علائم بروز نده؟ تو چه بیماری اینو میبینم؟ تو بیماری ایدز. ها بیماری ایدز میتونم اینو ببینم. به این دوره میگن دوره کمون. دورانی که من باکتری وارد میشه ولی علائمی نداره بهش میگن دوره کمون. باکتری و ویروس هر دو میتونن این دوره رو داشته باشن، چه باکتری وارد بشه چه ویروس وارد بشه، در یک دورانی که علائم بروز پیدا نکنه بهش میگن دوره کمون. ممکنه خیلی کوتاه باشه، ممکنه خیلی طولانی باشه. تو بیماری ایدز میتونه سالها طول بکشه. کن جلوتر میگی ویروس ها حتماً، حالا اینا میتوانن بودن، اینجا حتماً ویروس ها حتماً بعد از ورود به درون یاخته ماده ژنتیکی خود را وارد ماده ژنتیکی میزبان میکنه. این نکته خیلی مهمه. ویروس که وارد سلول میشه، ویروس کپسیدی داره، خب یه پوشش پروتئینی داره، میاد میچسه به سلول، این کپسیدش رو فرو میکنه داخل سلول، ماده ژنتیکیش که من باشم رو اینجکت میکنه داخل، تزریق میکنه داخل. من میرم تو سلول، میگم دنبال چی؟ دنبال ماده ژنتیک میزبان. ماده ژنتیک میزبان رو پیدا میکنم، میرم اونو بازش میکنم، خودم میرم لاش قرار میگیرم، میگم خب حالا من یه قسمتی از ماده ژنتیکی این سلول هستم. خب اندامک های تحت کنترل من، اندامک های مطیع من، شروع کنید این پروتئین رو بسازید. بعد سلول میگه آخه من چرا باید این پروتئین رو بسازم؟ یه کاری تو نباشه بسازید. من میگم بسازید. من جزء ماده ژنتیکی تو مگه نیستم؟ میگن چرا هستی؟ میگم پس بسازید. شروع میکنم ساختن، هی کپسول پروتئین میسازم. بعضی مدت میگه خب بسته دیگه نمیخواد بسازی، بیاین از رو من کپی بگیری. میگم ای چرا ما از رو تو کپی بگیریم؟ این کاری نداشته باشین، کپی بگیرید. اونا کپی میگیرن. خب کپی گرفتن، کپسول ساختن، کپی رو گرفتن، حالا هر کدوم از این کپی ها رو میذارن داخل یکی از این کپسول ها میشه یه ویروس. خب این مدت یه زمانی طول کشیده، میگن دوره کمون. این زمانی که این کار انجام شد دوره کمونه. حالا میگه چیکار کنی؟ حالا میگه بچه های من، اونایی که تازه تولید کرده کپی های خودش و اون ویروسه، اون کپسیده گذاشته داخلش، میگه که بچه های عزیز دل من بترکونید. چیکار میکنن؟ حمله میکنن، منابع میخوره، هی شروع میکنن حمله کردن. انقدر این تکثیر زیاد میشه که چی میشه؟ سلول میترکونن. سلول که ترکونده، حالا اگه دلشون خواست یه قسمتی از قشا رو دور خودشون میکشن، دلشون هم نخواست همینجا آزاد میرن سمت سلول های بعدی. هر یه دونهشون میتونه یه سلول دیگر رو دوباره آلوده کنه. خب این از این. پس من حتما در ابتدا چی دارم؟ ورود ماده ژنتیک به ماده ژنتیک اصلی دارم. ماده ژنتیک ویروس وارد ماده ژنتیک اصلی میشه، کنترل سلول رو به دست بگیر. بعدش چی دارم؟ قطعا تکثیر دارم، ولی این تکثیر میتونه آهسته باشه، میتونه تا سالها طول بکشه، میتونه شدید باشه، آنی باشه، درجا باشه، میتونه مثل کرونا 10 روز باشه، میتونه مثل
سالها طول بکشه. خب در نهایت چی؟ شما بروز پیدا میکنید. این نسخه جدید کرونا هم که آخرین نسخهش که اومده بود دو روز بود دوره کمانش، یعنی شما اومیکرون میگرفتی دو روز علامت رو نشون میده. خب این یه بیشتر بدانید هم داریم که گفته علاوه بر ویروس ها پروتئین های تغییر شکل یافته به نام پریون ها هم وجود دارن که حتی فاقد ماده ژنتیک هستن، فقط پروتئین تغییر شکل یافته است که میتونه رفتار هوشمندانه برای بیماری‌زایی ما داشته باشه. مثالش چیه؟ مثالش بیماری جنون گاوی. اونایی که علاقه داشتن میتونن برن در موردش تحقیق بکنن. خب یعنی اما در مورد خود ویروس اید، در مورد خود ویروس اید، ویروس اید، ویروس هیومن ایمونو ایمونو دفیشنسی ویروس یا این ویروس نقص سیستم ایمنی بدن انسان هستش که مثل سایر ویروس ها ساختار یافته ای نداره، خارج از یاخته های بدن انسان حالت بلوری داره، بعد از ورود ویروس به داخل یاخته با استفاده از اندامک های یاخته رو وادار به چیکار میکنه؟ به تکثیر ویروس میکنه. میزبان این ویروس یاخته های سیستم ایمنی یا لنفوسیت های تی میباشن. خب که این یاخته های سیستم ایمنی خود مسئول شناسایی و مقابله با یاخته های آلوده به ویروس هستن. یعنی کی رو از کار میندازه؟ خود پلیس رو از کار میندازه. خب اگه فرض کنیم اینا مثل پلیس باشن لنفوسیت های تی، ویروس اید میره خود پلیس رو از کار میندازه. وقتی خود پلیس درگیر بشه، خود کسی که مسئول شناسایی سلول‌های آلوده به ویروس درگیر بشه، خودش نمیفهمه خودش درگیر شده. زمانی میفهمه که دیگه کار از کار گذشته، همه سلول‌ها از بین رفتن، دیگه کسی نیست از بدن دفاع کنه. پس خود ویروس اید باعث مرگ نمیشود. خوب دقت کن، خود ویروس اید کشندگی نداره. خب چی باعث مرگ میشه؟ اینجا نوشتم ویروس به خودی خود باعث مرگ نمیشود. چه اتفاقی میفته؟ به یک بار سیستم ایمنی به قدری ضعیف میشه که حتی ممکن در اثر یک سرماخوردگی مرگ ساده رخ بده. خب نام یافته ویروس هم لازم نیست حفظ بکنی. این نکته حالا بعد یه خورده بالاتر از نوشته میشه ولی اوکی. خب این شکلشه، شکل کتاب درسی خیلی مهمه، بعد بلد باشی ممکنه تو سوال به شما بده بگه در مورد این تصویر کدام گزینه درست است کدام گزینه نادرست است. ما تست بیشتر با هم دیگه کار می‌کنیم، معمولا تو پاورپوینت هامون پر تسته. اینجا چون امروز ما تو جزوه بودیم تست کم تحل کردیم، ان شاء الله جلسه آینده پر تست هستیم. این ویروس ها میتوانن مدت ها سال ها بدون هیچ علامتی در یاخته ها پنهان شده باشن و به یک بار تحت تاثیر یک محرک بروز پیدا کنن. خب سوال، محرک چی میتونه باشه؟ یکی از بدترین محرک ها استرسه. در مورد شابستون صحبت کنیم. استرس باعث بروز این بیماری ها میشه. نمودارش رو با هم دیگه ببینیم. خب نمودارش اینجا میکشم براتون. ببین نمودار تعداد لنفوسیت ها این شکلی هستش. لنفوسیت ها با یه تعداد کمی داشتن انجام می شدن، اول یه پیکی میزنه، بعد کم کم کاهش پیدا میکنه، میاد پایین. خب این نمودار چی رو من نشون میده؟ اولش یه افزایش لنفوسیت داریم، به اینجا میگن فاز حاد بیماری، یعنی ابتدای درگیری بیماری هستش. بعد این تا سالها طول میکشه. اینجا یه خطی میزنیم، اینجا تعداد 200 خیلی بالا اومده. اینجا خطم کش کشید. خب اگه خطم تعداد 200 تا دونه لنفوسیت در هر مثلا دسیلیتر خب قرار گرفته باشه، خب اینجا ما علائم بروز پیدا میکنه. در این نقطه ما بروز علائم رو داریم، یعنی جایی که بیشتر سلول های لنفوسیتی از بین رفتن، توی اون شرایط دیگه بدن نمیتونه برگرده بیاد از خودش دفاع کنه، حتی در برابر یک سرماخوردگی. توی این فاز حاد اگه متوجه بشه میتونه، میشه یه کارایی کرد. کسایی که بیماری ایدز دارند و زود متوجهش میشن میتونن کنترل کنن اگه توی اینجا بفهمن. اما وقتی به اینجا میرسه دیگه هیچ کاری نمیشه، اوضاع خیلی خرابه.
بعد طرف توی اتاق ایزوله کاملا استریل بدون هیچ درگیری قرار بگیره. خب اینجا این نکته داریم. گفته یه خورده زومش رو بیشتر میکنیم. اینجوری. گفته که در شرایطی که یاخته ها هیچ علامتی نشون نمیدن الزاماً به این معنی نیست که ویروس تکثیر نشود، بلکه این معنی است که ویروس ماده ژنتیکی خود را در دنای یاخته کار میگذارد و همزمان با خود یاخته تکثیر میشود. به دوره ای از بیماری که عامل بیماریزا درون بدن وجود دارد ولی علائم بروزدار نمیشود دوره کمون گفته میشه. افرادی که علامت ندارن ولی مبتلا هستن ناقل بیماری هستن و راه های انتقالش هم خون، مایعات بدن و وسایل آلوده به آن هست. ببین این تیکر رو دیگه من تکرار کنم. اگر ویروس وارد بدن من شده باشه و سالها بخواد بمونه، خب بدن خود داره سلولاش مدام تکثیر میشه. سلولهای بدن که سالها باقی نمیمونن که، مدام در حال تکثیر هستن. یه سری تعداد سلولهای محدودی هستن که واقعا سالها باقی میمونن، مثل کیا؟ مثل سلولهای عصبی که تکثیر نمیشن، اونها اینطوری. خب پس همه این سلولهای بدن من که دائمی نیستن و مدام دارن تکثیر میشن. خب چجوری سالها این ویروس باقی میمونه؟ ویروس آهسته است، رفته خودشو در فرمان قرار داده، در بین ماده ژنتیکی خودشو قرار داده، دستور عمل سلول رو بر عهده گرفته، سلول رو به کنترل خودش در برده و داره تکثیر میشه. خب ولی سرعت تکثیرش رو میاره پایین در حدی که همزمان با خود سلول تکثیر بشه، یعنی سب میکنه یک سلول تکثیر خاص بشه، خودش هم تکثیر میشه، دو تیکه میشه. حالا کنترل دو تا سلول بر عهده داره، دوباره اینا میخوان تکثیر بشن، خودش هم تکثیر میشه، میشه 4 تا. کنترل 4 تا سلول حالا بر عهده داره، به همین ترتیب هی زیاد و زیادتر میشه. زمانی وارد اون فاز بچه‌ها برید به تلکونید میشه که دیگه بدن احساس بکنه که الان وقتی اون حمله رو انجام بده کل بدن از بین میره. خب چون اینا انگلن دیگه، تا حد امکان دوست دارن از میزبانشون زنده باشه و ازش سوء استفاده بکنن. خب ولی زمانی که احساس می‌کنن بدن دیگه اون داره تعداد سلول‌ها خیلی کم شده و سلول‌های بیشتری برای آلوده کردن دیگه وجود ندارن، وارد اون فاز میشن. حالا عواملی مثل محرک‌های، مثل استرس، مثل بیماری‌های دیگه‌ای، بیماری‌های شوک‌های مختلف، بیماری‌های مختلف که میتونن اونها هم باعث تحریک بیشتر بشن، به این قضیه کمک می‌کنن. مثلا طرف استرس که می‌گیره یهو تازه علائمش بروز پیدا می‌کنه. یه سری بیماری‌ها هست مثل تبخال، تبخال و اینا، مثلا اونایی که دارن مثلا موقع امتحان یومین لبش جوش زده. خب چرا اون اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه بدن وارد یه استرسی میشه، وارد شرایطی میشه، به هم میریزه، سیستم ایمنی ضعیف میشه، اون عامل بروز پیدا. بیماری ایدز یه سری کارا براش انجام دادن حسین، ولی هنوز درمان قطعی، واکسن قطعی براش به وجود نیومده، ولی یه سری کارا دارن واسه چند سال‌ها در روش تحقیق میکنن. نوکلئوکپسید مشخصه دیگه جاویز جان، نوکلئوتیدیه که داخل کپسید قرار گرفته. وقتی گیرنده رو سطحشون وجود نداره گلبول سفید به خاطر اینکه ناشناس هستن حمله نمیکنن بهشون. ببین گلبول سفید اگر یه جایی وارد التهاب باشه، التهاب یه معنی چیه؟ به معنی درگیری بدن، مثلا تورم، قرمزی، سوزش، خارش، یه جایی از بدن ما ملتهب شده باشه و سلول‌ها از بین رفته باشن، یه سری باکتری هستن که جارو برقی هم میان هر چی نیست هست و نیست رو میخورن. خب اونجا فبه ها، اونجا ویروس هم باشه خورده میشه. اما وقتی ویروس تو جریان خون یا تو بافت سالم داره حرکت میکنه، اگر گیرنده سطحی نداشته باشه شناسایی نمیشه. در چه حالتی شناسایی میشه؟ در حالتی که بره وارد یک سلولی بشه، مثلا بره تو بافت ریه من، بره تو بافت ماهیچه من، تو بافت کبد من، و اونجا سلول رفتار غیر طبیعی از خودش نشون بده، اون وقت لنفوسیتیا میان سراغش که اینا رو اشاره تو دبیرستان میخونی. کپسید رو توضیح دادم امیر مهدی جان، پوشش پروتئین دور ماده ژنتیک ویروس ها هست. باریکلا سویل، ATP بالا باشه، پر ATP، پر انرژی. میگه چی میشه که نسخه جدید از یک ویروس به وجود میاد؟ کپی کردن. ویروس از کنترل سلول رو به عهده گرفته دیگه، میگه از رو من کپی کنید، رونویسی یا همانندسازی، از خوش کپی میکنه. خب آخرین نکته
یک سری ویروس ها هستن که باکتریوفاژن. یعنی چی بیشتر بدانید؟ یعنی میتونن خود باکتری رو، یاخته میزبانشون خود باکتری هستش که میرن وارد باکتری ها میشن و از باکتری رو سوء استفاده میکنن و تو داخل باکتری تکثیر میشن، که اینا دیگه خیلی نوبرن، خود باکتری که انگل بقیه است اینا میرن در داخل اونها و انگل میشن و بیماری زایی میکنن. بسیار خوب، پس باکتری و ویروس رو بررسی کردیم. بچه‌ای که تابستون با من کلاس داشتن حتما مطالب تابستون رو یه دوره‌ای بکنن، اون قندها، پروتئین‌ها، چربی‌ها، اون چیزایی که مطالبی که گفتیم رو حتما یه مروری داشته باشید. ولی امتحان هفته آینده‌تون برای که بچه‌های کامبک هم بتونن شرکت کنن از همین مبحث ویروس و باکتری خواهد بود. هفته آینده با گوناگونی جانداران قسمت ابتدایی این فصل و قارچ و آغازی کارمون رو ادامه خواهیم داد و تکلیف هامون از هفته آینده مرتب منظم شروع میشه. تکلیف بهتون میدم، تستی تشریحی. و دوستانی هم که جدید به ما اضافه میشن حتما ویدیوهای آفلاین جلسات گذشته رو یه صفر داریم و 4 تا جلسه میشه، مجموعا 5 تا جلسه. 5 تا جلسه آفلاین رو بعضی که سخت هم کردیم براتون باز شد، حتما شرکت بکنید. آزمون های جایزه دار رو یاسین جان خدمتتون اعلام میکنم که کدوم آزمون ها جایزه دار هستن. آزمون هفته آینده نه، چون بچه های کامبک حالا جدید دارن میان فعلا نه، ایشالله بسیار آزمون های بعدی که بچه ها همه بتونن شانس دقیق داشته باشه. مرسی آیده جان، گفته خسته نباشید دکتر جهانی، دانش آموز دکتر جهانی حال کردیم، چاکریم. دانش آموز دکتر جهانی پر ایتیپی باب باشه، پر قدرت، دنبال درصدهای صدتون هستن، بتره کنید، پر قدرت باشی. در آزمون سمپات بله ممکنه از بعضی از این بیشتر بدانید و نکته‌ای که میگم، ولی بیشتر اون نکته‌ای که تو متنه. خب تو متن هم میشه نکته‌ای هستش که میگم اینا مثلا لازم نیست بدونید یا فراتر یا فلان اینها، اونا اهمیتشون بالاتر. اینا که تو باکس آبیه دیگه واقعا بیشتر مثلا مطالعه خاص بالاتر خودتون هستش. خدا نگهدار، پر قدرت، پر ای تی پی، خسته نباشید، امیدوارم بهتره کنید. سوال حتما در آفلاین کلاسینو از من بپرسید، تا زمانی که حالا اینستاگرام تکلیفش معلوم شه در آفلاین کلاسینو حتما سوال بپرسید. و عرضم به خدمت شما که امیدوارم که جلسه خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم و لذت برده باشید. منتظر نظراتتون هستم. پر قدرت و پر ای تی پی، بهتره کنید. اشتباه دکتر جهانی، خدا نگهدار.